سایت صدای آلمان افشای نقش دویچه بانک آلمان در دور زدن تحریم های رژیم ایران افشاگری جدید در قیاس با موارد قبلی ابعاد بسیار پردامنه ای دارد با انتشار این اسناد انتقال غیرقانونی پول سهام دویچه بانک 8 درصد سقوط کرد سهام HSBC انگلستان نیز به نازل ترین ساعت در 25 سال گذشته رسید. سایت صدای آلمان روز دوشنبه سی و گزارش شهری برگزارش کرد. وزارت دارای آمریکا اسنادی درباره تراکنش های مالی مشکوک منتشر کرده است. موضوع بر سر دور زدن تحریم های رژیم ایران است. در این بین دویچه بانک نقش مهمی ایفا کرده است اطلاعاتی درباره چگونگی فعالیت رضا زراب نیز منتشر شده است این نخستین باری نیست که نام دویچه بانک در ارتباط با جنجالهای مالی بر سر زبانها میافتد این بار اما موضوع در قیاس با موارد قبلی ابعاد بسیار پردامنهای دارد تحقیقات توسط شبکه مقابله با جرائم مالی صورت گرفته است این شبکه که فینسین نام دارد بخشی از وزارت دارایی آمریکاست است که مسئولیت نظارت بر تراکنش های مالی در جهان را بر عهده دارد به سخن دیگر وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی و همچنین دیگر بزهکاری های مالی و از جمله دور زدن تحریم های مالی است در اسناد منتشر شده از سوی فینسن نام بانک آلمانی دویچ بانک در 62 درصد از موارد مربوط به تراکنش های مشکوک مالی مشاهده می شود. اسناد فینسن توسط اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران افشاگر مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می شود 400 روزنامه نگار از 88 کشور جهان به مدت 16 ماه بر روی این اسناد درس کرده به خارج کار کردند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته 2000 میلیارد دلار در فاصله زمانی 1999 تا 2017 توسط هزاران بانک و مؤسسه مالی بزرگ و کوچک به شکل غیرقانونی جابجایی شده است. انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا فینسن توسط شرکت رسانه ای بازفید آمریکا لرزهای به پیکر بازارهای بورس جهان انداخته است. پس از انتشار اسناد فینسن، ارزش سهام بسیاری از این بانک ها در بازارهای بورس سقوط کرده است به عنوان نمونه ارزش سهام دویچه بانک روز دوشنبه در قیاس با روز جمعه 18 سپتامبر با کاهشی 8 درصدی روبرو بوده است ارزش سهام کمرس بانک آلمان نیز کاهش قابل ملاحظه ای داشته است گفته می شود که نام کمرس بانک نیز در بین مؤسسات مالی متخلف ثبت شده است ارزش سهام مؤسسه مالی بریتانیای HSBC روز دوشنبه 21 سپتامبر به ناظرترین سطح خود ظرف 25 سال گذشته رسید است. در اسناد فینسن نام بیش از 3000 بانک و مؤسسه مالی بریتانیایی ذکر شده است. از این منظر بریتانیا بیشترین تعداد تخلفات مالی را داشته است. این در حالی است که 62 درصد موارد تخلف و فعالیت‌های مشکوک مالی به نام دوچه بانک ثبت شده است. از سوی دیگر آمده است که بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در دور زدن تحریم های ایران نقش داشته است حتی گفته می شود که در دوران تحریم های مالی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مقادیر هنگفتی پول نقد از دوبی به استانبول و همچنین به تهران منتقل شده است شماری از بانک های اتریش و هلند نیز در شمار مؤسساتی هستند که بر اساس اسناد فینسن در تراکنش های مالی غیرقانونی نقش از جمله میتوان به بانک های یونی کرedit اتریش، باواک، ارسکوپ و آی بانک اشاره کرد. ارزش سهام این بانک ها نیز کاهش قابل ای داشته است.